گزارش دهی یک اصل حساب شده، یک اصل پذیرفته شده در دنیای دموکراسی است. یکی از شاخصه های مهم مبارز حکومتداری است که در دنیای مدرن امروزی سری گزارش دهی حساب میکنند. یعنی دسترسی به اطلاعات که از حقوق و وجایب و مکلفیت های مردم است، یکی شنمه حساب دهی و گزارش دهی است که ما امروز داریم در حضور شما قرار میگیریم. ما امروز با یکی از امی مسائل اهل بودن که شارواله امروز حاضر شده است یا شهرداری ایبک حاضر شده است که بر مردم حساب دهی میده، به این معنا که این امانته که مردم بر شارواله یا شهرساز بر شهردار تسلیم کرده است، این میخواهی که برشان پس امانت انتقال بده و امانت برشان حساب بده. تصمیم داریم بری که مصمم هستیم که واقعا حساب دهی بدیم بر مردم، واقعا مردم در روشنایی همه امورات دولتی حکومتی، چی از ولایت است، چی از شارواله است و چی از دیگه مؤسسات ما است یا ادارات ما است، باید مردم قرار بدیم. مطالبی را که حکومتداری شهری روی 8-9 دپارتمنت کار میکنه، مبارزه با فساد اداری، نمایندگی و مشارکت، مناسبت ها شامل حشرها و برنامه های ویژه برای زنان و جوانان، اطلاع رسانی، شفافیت و حساب دهی، بحث کلان دیگر، برنامه های فرهنگی و اطلاع رسانی و سایر نهادها. قسمی که همه در جریان قرار دارد، ریاست شاروالی ایبک همه ساله از دو نوع منابع عوایدی ثابت و منابع عوایدی غیر ثابت عواید خود جمع میکنه که در سال مالی 1399 ریاست شاروالی ایبک در قسمت عواید ثابت خود بیشتر از 33 میلیون افغانی پیش بین است و در قسمت عواید غیر ثابت خود بیشتر از 57 میلیون افغانی پیش بین می باشد که مجموع عواید ثابت و غیر ثابت که در سال 1399 ما پیش بین هستیم بالاتر از 91 میلیون افغانی است که از جمله ما تانستیم الا 3 روب 49 میلیون افغانی بالاتر از 49 میلیون افغانی از را تحصیل بکنیم که در بخش تدارکات و امورات پروژه زیربنایی شاروالی ایبک که در مجموع در طی دو سال اخیر که سال 98 و 99 ما 13 پروژه را پیش بین بدیم که موفقانه بتوانیم این پروژه را از گذشتگی شرف خود به مصرف برسانیم. خوشبختانه ما 9 پروژه را در طی دو سال در مراحل دادطلبی و پروسه تدارکاتش ختم و کار عمل آغاز شد که از جمله یک پروژه را ما تانستیم به حضورداشت والی صاحب امسال ما افتتاح کردیم که در روزه ورودی شهر سمت پلخمری کابل مزار شریف بود. بخش تنظیف مطابق به تقسیم اوقات هفتوار و ماهوار خود زباله ها را از خانه ها به شکل خانه و خانه جمع آوری می نمایند که پلان تنظیفی در هر مساجد نصب شده و کارمندان تنظیف مطابق به تقسیم اوقات هفتوار نزدیک خانه ها و منازل ماهی سیوانه می روند و زباله ها را به شکل خانه ها جمع آوری می نمایند. بخش دومش بخش جمع‌آوری زباله هاست که به شکل انبار است توسط وسایط تنظیف و سرسم وسایط تنظیف انتقال میدهند. سرسبز امسال خوشبختانه 1850 اصله ها در نواحی سگانه غرس نمودیم و همچنان تیم شبگاهی است که از طرف شب به خاطر ازدحام شهر پرسنل تنظیف به خاطر پاکاریش از طرف شب شهر را پاکاری می نماید و از طرف صبح موتر عملی تنظیف زباله ها را انتقال می دهند. اگر با رویداد خبرساز روبرو می شوید ما را آگاه سازید تا ما مسئولین را آگاه بسازیم. سیمای سال یگانه رسانه آزاد، مستقل و موثق‌ترین پایگاه خبر در سمنگان. برای دریافت اطلاعات دقیق صفحات اجتماعی رادیو سیمای صلح را لایک و به اشتراک بگذارید.